چند وقت ما داریم روی کار میکنیم؟ یکی دو ماه. یکی دو ماه. اساسا چقدر کار کردیم ما؟ بعد کل مطلب بود بودن 3-4 سالی میشه. 3-4 سال میشه. حالا یه داری شما خود همین شروع رو بزن میرم سه از کده همون کرشمه رو بخواه بزن ببینیم. آیا این همین سبکی که الان من خدمت شما میام برای تعلیمش آموزش میدید به من، این همون شیوهی که مرحوم پدرتون میرزا عبدالله داشتن؟ بله. برای بله اصل مطلب همونه اتفاقا. بله. شیوه خود، یعنی سبک بر خود بنده است، ولی شیوه باباست. اما چیزی که از مال من عوض شده از لحاظ اینکه چرا من بدهای نوازی زیاد کردم متوجه ارزم میشید؟ اصلا من دارم رو اون قسمت میارم. اگه مثلا همین کرشمه رو چیزیست که بابا میزده میتواجه میشه برای بلاخره فرق بده میکنه. دستاوردهای دوران صنعتی اروپا در اواخر قاجار به صورت امواجی به ایران می رسید. در این دوره موسیقی ایرانی از شکل پراکنده خود به در آمد، از مراسم آیینی و خاطره های این و آن بیرون کشیده شد و در ردیف آوازی و سازی منظم گردید. عکس ها و نقاشی ها دیوارهای خانه عبادی را انباشتند. هر روز مدتی مقابل عکس ها می ایستد و با آنها می نگرد، گویی در این میان رمزی مبادله می شود. آقا علی اکبر فراهانی، پدر بزرگ استاد عبادی، شاگردان فراوانی داشت. او شاید نخستین کسی باشد که به گردآوری موسیقی ایرانی همت گماشت. هنوز نغمات دلفری به پدر بزرگ، عمو و پدر، بزرگترین نوازندگان قاجاری که در قصرهای نگارین شور می آفریدند در خاطره زمان زنده است. می گویند مضراب آقا غلام حسین استاد میرزا عبدالله چنان تند و ریز و متوالی و سریع بود که از دور صدای آرشه کمانچه را می داد. صدای ساز آنها را می شنود. آنها در هر گوشه ای از ذهن او زخمه می زنند و نوایی سر می دهند. خاطره های مکتوب و سینه به سینه از نوازندگان در دوران صنعتی به صورت ثبت مستقیم صدا روی صفحه در آمد. سفر خوشی بود آن بار که آقا حسین قلی
به همراه باقرخان رامشگر، اسدالله خان نوازنده تار و سنتور برای پر کردن صفحه به پاریس رفت. همت مولا محفوظ بماند این دستنگی جلابان جوشن قلید. گنجینه خاطرات پدر میرزا عبدالله. آقا علی اکبر فراهانی در میان سالی درگذشت و فرزندش میرزا عبدالله نزد آقا غلام حسین به گنجینه موسیقی سنتی ایران دست یافت. به نوشته روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران، مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه تمام دستگاه‌ها را طبق روایت میرزا عبدالله به خط موسیقی نگاشته و این کار در حدود 7 سال به طول انجامید و اکنون یکی از بهترین منابع موسیقی ایران ردیف میرزا عبدالله می باشد. این سسیم دست استاد عجل عبدالله هست، اون که اندر ملک موسیقار ما شاه میشه هست. سالهایی داشته این ساز در دست پدر، شد ایزد زارتر گردی در دست پسر. روی این ستار بعدها حسین بهزاد این مینیاتور را به یادگار کشیده. صدایی را که میشنوید با تار پدر من و صدای قربان خان در اواخر قاجار ضبط شده. یک روز توی منزل داشتیم بازی میکردیم با برادرم اینها، وقتی صدای یه درویشی آمد، پدر ما سرش از توی اتاق برد بیرون، صدا زد که احمد بود و درویش صداش کن بیاد. ما فوری رفتیم صداش کردیم. اون درویشم وقتی آمد اون چیزی که میخواست به خونه خوند و پدر ما اون وقتی دوی وسیله ای نبود برای ضبط و فلانی ها، همینجور با صدای او میزان کرد و یعنی کوکش کرد و این همون که او میخوند روی تار آورد. من از پدرم پرسیدم که چه پایدهی داشت. پدرم گفت من در لحن و آواز او یکی از گوشه های فراموش شده موسیقی ایرانی را کشف کردم. الان آنچه از موسیقی ایرانی باقی مونده روایت پدر من هست. از این اتاق به آن اتاق که می رفتن راه و نیم راه اشخاص در اون اتاق بودن ساز می زدن، این شاگردای پدرم، صدای ساز توی گوشم بود. گوش کن مولود جان، پدر شما که به رحمت خدا رفت، شما باید هرچه از اون مرحوم میدونید در سینه احمد بریزید. اگر بنشیند و دل بدهد، دل میدهد، او را بنشانید و مشق بدهید. من حاضرم. ببین احمد، نباید بگذاری موسیقی در خانواده ما فراموش بشود. تو پسر یک خانواده هنرمندی، برادر من که با ترقه دستش را صدمه زد، پس تو میمانی و تو. فکر میکنید چه سازی برای او مناسب است؟ به نظر من ستار. ستار می تواند جای پدرمان را برایش پر کند. هم سبکتر است و هم ما بهتر می دانیم. وقتی که شروع کردن به کار کردن پیش اونها، یعنی اونها ما رو نشون داد، بچه بودم که 8 سالم بود، من رو نشون داد، شروع کردن گفتم بله کار کن. من شروع کردم به اون که می تونستم کار کردم، تا این شد که یواش یواش خودم به یه جایی رسیدم. روح الله خالقی می نویسد صدای ساز عبادی در 18 سالگی شنیدنی بود. در آن روزها عبادی به شیوه گذشتگان خود می نواخت. هنوز روش و سبک خاص خود را نیافته بود. در سال 1313، 30 سال پس از عمویش،
به همراهی معروفترین خواننده آن دوران صفحه ای ضبط کرد که مهمترین سند از شیوه نوازندگی اولیه عبادی است. اینو از اول میتردم تنگیزش بکنیم. شروع بکنیم برای ستار زدن اینا، خدا رحمت بکنه مرحوم رضا قل میرزا ذلی رو، چه خاطره هایی داشتیم ما با هم بید. اون زمانی که ما میخواستیم بریم برای ضبط، یک کمپانی بود به نام هیز مستر وایت. این یه جایگاه رو درست کرده بود در شاهرای آشخادی، یادم میاد، خوبم یادم میاد. در اون موقع خب ما میرفتیم با اونجا، دیگران رو ضبط میکردن، البته منم یکی از اونهای بودم که باید اون رو ضبط میکردم و ضبط کردیم. حالا که میشم هم میبینم او چه خاطرهایی به نظرم میاد، خیلی 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 و الان میشم هم واقعا کیف میکنم. احمد عبادی در سال 1319 با تأسیس رادیو برای اجرای برنامه به همکاری دعوت شد. در آن روزها کیفیت میکروفون‌ها و پخش امواج رادیو مطلوب نبود. برنامه‌ها به طور مستقیم پخش می‌شد و رادیو هر روز از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب برنامه مستقیم داشت. کیفیت نامطلوب در پخش صدا سبب به وجود آمدن یک سبک جدید در نوازندگی ستار شد. اون وقت که من شروع کردم برای سبک، یعنی عوض کردن، شروعش از اینجا شد که من رو از رادیو خواستم، دعوتم کردم که من برم به رادیو. خب ما قبول کردیم و رفتم برای رادیو. قرار شد به اینکه مثلا هفته یه دفعه یا دو مرتبه در خود اداره رادیو شروع کنیم برای کار کردن. خیلی خوب رفتیم برای کار کردن، ولی دیدم که من خدای چیزی نمیفهمم از اینکه خودم وقتی میزنم هیچ نمیفهمم، به گوشم چیزی نمیخوره، همین سازیست که خودم میزنم همونم صدا شد تو خود استیدیو میشنوم. آمدم رفتم به منزل چند تا از دوستانم بود که اهل فن بودن، میدونستن، ازشون خواهش کردم که دوستان رفقا یه همچی پیش آمدی کرده برای من، من رو خواستن از اداره رادیو و من رفتم به اونجا که شروع بکنیم برای کار کردن. یه دفعه هم شروع کردم و واقعیتش اینست که من نمیدونم این صدا رو چجوری ما باید بشنوم. یه خواهش هم اینست که شما ها که میشنوید اون چرا که بدی داره به من بگید. متوجه ازم میشید؟ گفتن که باشه، مانعی نداره، ولی تو بد نمیزنی. گفتم نه، این تعارف رو بذاریم کنار، من اون چی که بدی داره و هم بگید که چیشیه، کجاش بده، چیش خوبه، اینا هم قبول کردم. شب اولی که بنده رفتم به اونجا اومدن گفتم لالا ما چیزی نفهمیدیم از این. گفتم خب رابط فکرشون به این طرز گرفته. دفعه دوم رفتم، دفعه سوم رفتم، دفعه چهارم رفتم، تقریبا به همین ترتیبه به هم میگفتن انبان کردم. آمدم تو منزل نشستم، خدای این چه وضعیه، صدای تار صدای خودشو میده، کمانچه صدای خودشو میده،
ویولون صدای خودش میده، سنتور صدای خودش میده، نی صدای خودش میده، فقط این یکیه که هی میگن نه چیز خوبی نشد. هی نشستم تو منزل هی فکر کردم تا اینکه راهش رو پیدا کردم. راهش این شد که یه روز از روزها نشسته بودم توی اتاق، فکرم گرفت و همینجور بازی میکردم با ستار. گفتم اگر اینها رو من تک تکش بکنم مثل این که بهتر باشه تا اونجور شلوغ. اون وقتم به این طرز نمیزدم، دستم راه نشده بود رو این کار. بعدن یواش 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 در اثر کار کردن و تمرین کردن به این سبک، خلاصه اشخاصی که در خارج بودن هی یواش یواش فهمیدن، گفتن این چیه؟ اون یکی گفته بود چیه؟ گفتن بابا این ستاره. بشه برای یک دستگاه خاصی مناسبه اونجا خوب جواب میده. هیچیش هم چیزی رو نداره، اون بستگی داره به موقعیت کجا زمان در کجا باشه. اگر مثلا فکر بفرمایید که در این اتاق بخواد شما یه سازی رو بزنید، متوجه ازم میشید الان صداش تغییر میکنه. یعنی من الان اینجا به عالم خودم بیرتر میشستم کوکش کردم و میخوام فکر بفرمایید که همایون بزنم، سگاه بزنم، ولی از این اتاق بلند میشم بیرم به اتاق دیگه، همون هوا تغییر حال میده. متوجه ارزم میشید؟ همچنین که نمیدونم، شاید قبل از اینکه هر سری این سوال بفرمایید، یا آقایون دیگه هم در این تشریف داشتن از من میپرسن که صدای ستار چطور، مال شما حال دیگه ای داره و مال آقایون دیگه یا حال دیگه ای داره. گفتم والا هیچ کدومش فرق نمیکنه، این بستگی داره به اون شخص نوازنده. بنده بیشتر اوقات اون موقع که حالش داشتم و پاهم درد نمیکرد میستادم میزدم. برای چی؟ برای خاطر اینکه زیر خود کاسه ساز خالی باشه. متوجه ارزم میشه؟ زیر ساز خالی باشه و حالا پاهم درد میکنه نمیتونم. ببینید الان این حال، حالا مثلا میستم، خیلی فرق میکنه. بله بله. برای که زیر این روی زانوی من واقع میشه
همین این خود صدا رو میگیره. وقتی که بلند میشم میرسم زیر این ساز خالیه و صدا البته بهتر درد. بله استاد بود. در مورد ردیف موسیقی ایران میدونید که دو جور ما ردیف داریم، یک ردیف آوازی و یک هم ردیف سازی. ردیف آوازی رو میگن که زیباتر و دلنشینتره به چند دلیل، که یکی از دلایلش هم کوتاه بودن جملات آوازی و یکی هم مختصر بودنش. شما از بین این دوتا ردیف کدومش رو در آموزشی که به هنرجوهاتون میدید رعایت میکنید و اصولا کدومش رو در اجراهای خودتون هم بیشتر بهش توجه دادید؟ مال خودم که معلومه به چه ترتیبیه، ولی مال یاد دادن به اشخاص متوجه هر دو، برای خاطر اینکه کسی که قوی تر باشه ولی این قوی بشه بعدن ما اون چرا که داریم در حالت خودمون به اون یاد خواهیم داد. ولی اول تو معلومه مشک داریم میکنیم دیگه، هیچ مانعی نیست. به این ترتیب اول ردیف سازی رو بله بعد ردیف آوازی. بله. اونم باعث میدید سه نفر بایستی بشن در واقع اگر حساب بخواد، یعنی که نوازنده بایستی با ساز کار بکنه. بله. ساز بایست با ضرب کار بکنه، ضرب بایست با خواننده کار بکنه، خواننده بایست با نوازنده بایست کار بکنه. این سه نفر بایست قاطی بشن با هم دیگه کار بکنن که تازه بشه اون چیزی که دلمون میخواد. بله. شما همینجوری بی خودی برای پیش خودت که نمیتونی که بایست بری کار بکنی دیگه، آتی یه هر سه باش کار بکنی، باش با هم با ضرب کار بکنی، هم با خواننده کار بکنی. حالا اومدی با ضرب باشه، هم باش با خواننده باشه، هم باش با نوازنده، هر سه باش تحت نظر هم دیگه باشن. اگر واقعیت که بتونی جواب بدی. بله. فکرون گرده یه قطعی دشتی کار بکنی. بله. ای بیره خیلی خوب یعنی مدد بزن ببینیم بچی از هر جش بخوای بگیری بگیر از مدجه بگیریم. بله. مثلا ما دشتی میزنیم. آره قربان. اگر بخوایم اشاقش رو شروع کنیم. بله. به نظر شما صلاح اینه که تکسیم شروع کنیم پشت ناخن اینجا؟ اگر نظرت باشه در دفعات پیش هم بهت عرض کردم فرمودید یه وقت نگاه میکنی میبینی که حالشو داری که از اینجا بزنی. بله. یه وقت نگاه میکنیم از قسمت بالا دسته میزنیم، چون ما از سه قسمت بیشتر نداریم. من. یه پایین دسته داریم، یه بالا دسته داریم، یه وسط دسته. حالا اینا رو هر کدوم دارید میخواد شروع بکنم به کار کردم. چه ما میگیم بس میشه تقریباً برداشت از فرموده شما اینجور باش که در بداهه نوازی اونجور که حال آدم هست بقول فرموده شما و ناخن میکشه به درست کردم چندین مرتبه گفتم بودم این ساز من. ساز حاله من. ساز قال نیست، متوجه میشید که این آقایون بعضی هست که من اسمه میارم نمیگم که جوان ها مخصوصا اینها بخوان قدرت تمام بدنیشون رو راجبه روی ناخن روی انگشت روی اینها میخوان بیارن روی این یه ذره چوب، این نمیشه. همینجور شروع میکنن به ریزه کاری کردن، ری بر بالا ری بیه پایین ری بر بالا. این رو باید ملایم ملایم زد طوری زد که واقعا به دل بنشینه. پس اون مورد تایید نیست؟ نه اونجوری مورد تایید نیست، بدون همه چیز دارم بگم. الان کسی از بین شاگردای شما بله. هست که اون ردیفی بله. که شما کامل میدونید بله بود. کامل بدونه؟ نه اون رو نمیتونم هر بدون رو درستیم، چون من این مال خانواده من بوده متوجه ازم میشی؟ بله. ما میخواییم به حساب در
اون موقعی که من میخواستم شروع به کار بکنم، من با خودم در اول تو اداره بودم، از اداره یواش یواش کشته شدم برای این کار، برای که ولم یعنی نیومدن از طرف رادیو ولم نکردن، اومدن که باید شما این کار رو بکنید و ما مشغول این کار شدم. و الا الان بگم که مثلا بتونه سبک خود من کسی بزنه، نمیتونه بزنه. رو سبک هم صحبت هم نبود، ولی عرض میکنم اون سبک ما بیریم، نمیتونه اون کار رو بکنه. و شما ردیف رو همون ردیف میرزا عبدالله دید؟ بله، ردیف رو بله، مال پدرم بوده، مال عموم بوده. بله خود. و امروز هم همون ردیف رو تدریس میکنید شما؟ همون ردیف رو و به روش سینه به سینه؟ سینه به سینه. صحبتی از باز در بین دستان در کارهای موسیقی که چرا این ردیف موجودی که امروز هست اینقدر اختلاف سرش هست؟ بعضی معتقدن که ردیف ما کامل ترین ردیفه، یا بعضی میگن ردیف میرزا عبدالله بهترینه، بهترینش نزد فلان استاد. اولا میخوام بهتون عرض بکنم این آقایونی که این صحبت رو میکنن، ما هفت دستگاه که بیشتر نداریم که بله. تونستن هفت دستگاه نیمش کنن؟ نه تونستن دیگه بله. یا هشت دستگاهش کنن؟ تونستن؟ نمیتونستن. همون هفت دستگاه. حالا یه وقت نگاه کنه حسن میذارن جای حسین، حسین میذارن جای تقیید، بله. کار مهمی دیگه دست پیش نیومده. البته چون موسیقی ایرانی، ردیف موسیقی ما اساسش بداهه نوازی است. بله. شاید یکی از دلایل اختلاف این است که هر کس چون اون گوشه ای رو که بلده به دلخواه خودش اجرا میکنه، فکر میکنه که ردیف اصلی همین است که خودش میزنه. ولی در واقع گوشه های دستگاه شور مشخصه، حدود اجرایش مشخصه، ولی میتونه به میلیون ها شکل مختلف اجرا بشه. بداهه نوازی پسرم چیزای مخصوصی داره. اون اینست که باید مدت ها کار کرده باشی، همه رو بدونی که کجا به کجا بخوره، نه اینکه مثلا فکر بارنی داری دشتی میزنی بیای تو همایون یا تو سگا، متوجه ارزم میشی؟ باید تو خود دشتی بیای، مایه هایش تو دشتی هست، یک به یک به یک به یک روش کار بکنی. حالا ببین چی به توی مغزت آمده، هم رو کار میکنی. من منظورم بود که من از شما یک کسر تکلیف میکنم، اگر مثلا گفتن بگو جنب بگو این درآمد رو من میخوام شروع بکنم. بله. از تکسیم شروع کنم. از تکسیم شروع کنم. بله. اما با قدرت. بله. یا اینکه البته قدرت هم اینجا خدمت شما کم هول هول بشه. نه نه هیچ هول نشود. حالا ببینید. بله. در یه جایی هست که ارکستر هم هست دادن نیستن کار کنم، شما میخواید تک نوازی بکنید یا بدای نوازی بکنید، از همین قسمت اینجا شروع کنید، خیلی بهتر. یه سوال آخر هم بپرسم که آیا روی سیم زرد هم پشت ناخون بزنم؟ به طوری که فقط خود سیم زرد که دارید کار میکنید، چون ما نمیدونم حالا اینجا من چون شروع نوت کار نکردم، نمیدونم اینو بهش میگید دو میگید ره میگید فا میگید، اینا رو من نمیدونم. فقط اینجا که دارم عرض کنم میگم اینجا رو شما یک کاری بکنید که فقط خود سیم زرد صداش در بیاد. سیرهای سیمهایی دیگه خیلی به طور ملایم بیشتر اتکاد رو همون قسمتی باشی که داری تو سیم زرد کار میکنی. و سلام، همین چیز دیگه نه، اگه چیز دیگه داری بازم بگم. نه خیلی ممنون، مرسی. بله. Thank you.
کسی که از ستار به عنوان یک ساز عرفانی نام برده میشه و معتقد هستند که این ساز سمبل موسیقی عرفانی و اصولاً یکی از سمبل‌های عرفان در هنر این سرزمین. از قدیم بوده کسد، از قدیم این ساز به همون حالت عرفان رو که باید داشته باشه، این اسمش میگوتن که ساز عرفانیه. به توجه این در واقع قومیت ماست، زبان ماست، ملیت ماست و این ساز بجردم بشه. این است که این از قدیم بوده، تازگی نداره که بگیم امروز است. آیا اصولاً عرفان در موسیقی به خود ساز برمیگرده یا به اون مطالبی که اجرا میشه؟ جمعا دیگه، این یه چیزایی که میدونید حالت تغییر میکنه، این حالت میده به انسان، این خودش خیلی مسئله. حالا اگر قرار باشه که شما یه تعریفی بدید از موسیقی عرفانی، چه باعث بیشترم اشخاصی که خودشون واقعا تو حالت عرفان هستن این جواب رو بدن، چون من که خودم رو قابل نمیدونم. بفرمایید، حالا هرچی دلتون میخواد بفرمایید، بازم عرض میکنم. نه، شما موقعی که قطعه رو اجرا میکنید، چه از آثار خودتون یا احیانا از ردیف یا اون بله چیزایی که میدونید، اون حالی که در هنگام اجرا دارید، این حال یه آنه. بله، متوجه ازم اون آن، اینو بهش آن میگرم. این همون نیست که مولانا میگه آنم آرزوست. بله، و شما به اون آن میرسید. بله، میرسم و خود اشخاص هم در نظر همینجور میگیرن، چون میرن تو اون آن، تو اون حال. وقتی رفتم تو اون حال، اون آن پیدا میشه. بله، چه برای نوازنده و اون کسی که گوش میده، این هم بهش میگم. و آیا همین آن شما و همون حالتی که اجرا میکنید، این همون عرفان نیست؟ ممکنه همین هم باشه، شاید هم همین باشه، شاید باشه. ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق تحریر ها بهتر از سابق مونه. خیلی 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 بهتر. با همین ترتیب بکنیم کارون بیشتر به نظر میاد. بله، برم که میخوام روی نوت شاهد اصلی بشیم. بله بله. نیست که میگن. بله بله. اینو به این صورت بهتره شما بگم، یه دیگه بگم پشمانه نداره. ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، این تو بهتری فراق یار نیست. گر امید وصل باشد همچنان دشواری،
شاید نسل آینده موسیقی ایرانی را همگام با شناخت‌های زیبایی شناسانی زمان خود دگرگون کند. اما موسیقی سنتی به عنوان یادگاری کهن که ما را با گذشته پیوند می‌دهد در سینه ها خواهد ماند. سلام آقا علی خان، حالت چطوره؟ چه دیر آمدی؟ مالیت مکنه خود.